سازمان ملل از قطع شدن آب در حلب ابراز نگرانی کرد. استفان دوگاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد یک میلیون و هزار شهروند سوری در حلب به دلیل قطع آب از سوی گروه های تروریستی داعش از آب آشامیدنی محروم هستند. وی با اشاره به اقدامات غیربشری سنی تون رو افزود، بیش از سه هفته است که داعش کنترل سرچشمه های آب شهر حلب را به دست گرفته و آب را به روی حدود دو میلیون تن از مردم حلب و اطراف آن بسته است. به گفته دوگاری که آب آشامیدنی حدود یک میلیون تن از مردم حلب نیز از صدها حلق چاه آب در حلب و اطراف آن تهیه می شود. گفتنی سرچشمه آب آشامیدنی حلب در حومه شرقی آن قرار دارد که این مناطق در کنترل گروه های تروریستی از جمله سنی های تندروی داعش است شهر حلب پایتخت اقتصادی سوریه پس از چهار سال اشغال توسط سنی های تندرو با عملیات نیروهای سوری و خروج آخرین گروه های تروریستی از بخش های شرقی این شهر در دیماه ماه سال جاری پاکسازی و آزاد شد ولی با مشکلاتی بزرگ روبروس و نیاز به بازسازی دارد